گفتگوی جن با جنگیر که در بدن دختری داخل شده بود. تلسم عروس خانم توسط مادر نامزاد سرخورده داخل گلدان جلوی راه پله ورودی منزل عروس و داماد جا گذاشته شده تا اینکه من کمین خانم نشستم، تا چه موقع از یاد خدا غافل می شود، تا اینکه همراهش وارد حمام شدم و وقتی او خود را برهنه کرد و قبلش نامی از خدا نبرد، از طرف مقعد وارد جسمش شدم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. در یکی از کشورهای اسلامی دختری با جوانی از روی عشق و علاقه ازدواج می کند، ولی متاسفانه دیری نمی پاید که دختر جوان مبتلا به مرض صرع می شود. مرضش طوری است که بعد از ساعت 9 شب به بعد شروع می کند به جیغ زدن و پاره کردن لباس. گاهی با صدای بلند خنده می کند. هر پزشک و شفاخانه‌ای که می‌برند مشکل زن جوان ناعلاج می‌ماند، تا اینکه شخصی آدرس عالم زبردست و جلیل القدر را به شوهر زن می‌دهد و می‌گوید که چندین مرتبه اشخاص مشابه را علاج کرده است. زن جوان را نزد عالم می‌برد. ابتدا عالم از زن سوال‌هایی می‌پرسد و می‌گوید این خانوم توسط جنها تلسم شده است و مبتلا به صرع نیست و میگوید من یک جزء سوره بقره به رویش میخوانم که اگر صدای زن قطع شد مشخص است که تلسم شده است. او سوره بقره را تا آیه 141 میخواند. ناگهان صدای زن قطع میشود و زن صدای عجیب و غریب در میآید که حاضران به وحشت می افتند. شیخ شروع می کند به خواندن سوره صافات و سوره حشر و بعد شروع می کند با جن صحبت کردن و می گوید تو را به عهدی که با حضرت سلیمان بسته اید تذکر می دهم که از بدن زن خارج شوی و الا آنقدر قرآن می خوانم که در جسد زن خفه شوی. جن فریاد می زند من به دستور شیطان بزرگ مأموریت دارم که در بدن زن بمانم تا خودش را یا حلق‌آویز کند یا خودسوزی کند یا از بلندی پرت کند یا جلوی ماشین بیندازد. شیخ می گوید بیرون بیا یا تو را می کشم. جن می گوید فرقی نمی کند، اگر تو من را نکشی شیطان مرا می کشد که کارم را به پایان نرسانم. میگوید پس زن را رها کن و داخل بدن من بیا. جن بدن زن را رها می کند و می خواهد وارد بدن شیخ شود، ولی می بیند نمی تواند وارد بدن شیخ شود. شیخ به او می گوید چرا وارد نمی شوی؟ جن می گوید می خواهم، ولی دور جسد تو حصاری از آهن کشیده شده است. تا می خواهد برگردد به جسد زن می بیند که بدن زن هم حصاری آهنی دارد و نمی تواند وارد شود. شروع می کند به گریه کردن و می گوید که شیطان بزرگ من و خانواده‌ام را نابود می کند. شیخ به جن می گوید راه فرار هم وجود دارد، اسلام بیاور و نماز و قرآن بخوان. شیطان بزرگ که هیچ، جد شیطان بزرگ هم کاری نمی تواند. جن مسلمان می شود و خانوادش را به نزد شیخ می آورد تا اسلام بیاورند. شیخ
از جن سوالهایی میپرسد که شما در عهد کفر چه کسی را عبادت میکنید؟ جن میگوید که ما فقط از ابلیس کبیر اطاعت میکنیم. اگر نافرمانی او را کنیم کشته میشویم. شیخ میپرسد تا به حال چند ماموریت این چنینی انجام داده اید و کجا؟ جن میگوید خیلی. گاه وقتی به نقاط دور دست دنیا فرستاده می شویم مثل هند و آفریقا، یا نقاط دورتری، یک بار در هند وارد بدن خانومی شدم که آخر سر خودکشی کرد. گفت مورد آخر توسط چه کسی فراخوانده شده ای؟ گفت از قضا این خانوم خواستگاری داشته و وقتی به خواستگاری اول جواب منفی می دهد، نامزد سرشکسته برای انتقام دست به دامن رمال‌ها و تلسم نویسان می شود. تلسم عروس خانوم توسط مادر نامزد سرخورده داخل گلدان جلوی راه پله ورودی منزل عروس و داماد جا گذاشته شده تا اینکه من کمین خانوم نشستم. تا چه موقع از یاد خدا غافل می شود تا اینکه همراهش وارد حمام شدم و وقتی او خود را برهنه کرد و قبلش نامی از خدا نبرد، از طرف مقعد وارد جسمش شدم. در آخر شیخ آن داماد و عروس را نصیحت می کند و می گوید سعی کنید تا در حمام کاملا برهنه نشوید و اگر هم خواستید خود را در حمام برهنه کنید، قبل از ورود به حمام بگویید بسم الله الذي لا اله الا هو. این دعا چشم جنها را از بدن انسان می‌بندد. هر روز 100 بار بگویید لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيدك الخير وهو على كل شيء القدير. اگر این ذکر را هر روز صبح و شام بخوانید، خداوند دیواری از آهن به دور شما به وجود می آورد. اگر ماهرترین جادوگران شما را طلسم کنند، جنهای کافر نمی توانند وارد بدن انسان شوند. هر روز 3 بار سوره قل هو الله احد و معزتین بر خود و بچه های خیش بخوانید. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر امام حسن و حسین علیه السلام میخواند تا از چشم زخم در امان باشید. هرگاه میخواهید شیر آب گرم باز کرده یا آب گرم غذا را دور بریزید، حتما بسم الله بگویید. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.